غمخوری در حق یتیمان و معیوبان، بیپرستاران، شخصان نیازمند و دستگیری اونها در سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله سمت‌های مهم بوده. در تمام قلمرو مملکت گروه‌های ذکر شده اهالی اثر یک اقدام و تشبث خیرخواهانه و انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهره مند می‌گردند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هم در عرفه هر عید و جشن‌ها برای دستگیری و کمک سریوقتی طبقه نیازمند جامعه و خصوص یتیمان و معیوبان و اشخاص تنها و بی‌پرستار تدبیرهای تأخیرناپذیر می‌اندیشد. با جانبداری از این سیاست انسان دوستانه رهبریت عالی مملکت و شهر دوشنبه صاحبکار، رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل و همزمان وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف اقدام نوبتی خیرخواهانه انجام داده با کارمندان و باشندگان مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت کمک نمود. از کمک صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه 91 نفر کارمندان و پرستاران شفاخانه و همچنین 91 نفر باشندگان این مؤسسه که از خدمت رسانی های طبی اینجا استفاده میبرند برخوردار گشتند. رهبریت و کارمندان مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت برای دستگیری های دائمی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکار جهت انجام این تشبث نیک عرض سپاس کردند. برای رهبریت شهر دوشنبه رستم امام علی برای دستگیری های زیاد، برای غمخوری نسبت معیوبان، نسبت خانه پیرانسالان منداری خود را بیان میکنم و صاحبکار که این کس یک بار نیچند مرتبه به این شفاخانه همشهری شفقت نسبت بیماران یکاو تنها پیرانسالان اینوالیدان جنگ بزرگ وطنی کمک خود را دریغ نمیدارد. اسنای دسترس نمودن کمک به کارمندان و باشندگان مؤسسه طبی وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه ابراز داشت که با شرافت سیاست نیکبینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تلاش و زحمت های پیوسته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی امروز ساکنان تاجیکستان از جمله پایتخت آن در فضای صلح و آرامی خوش و خرم عمر به سر میبرند. نامبرده در ادامه اظهار داشت که زحمت های همیشگی طبیبان که در همه گونه روزهای وزنین در پهلوی بیماران قرار دارند و به خاطر حفظ سلامتی اهالی شبانه روز زحمت میکشند از طرف دولت و حکومت قدر کرده میشود. در واقع فعالیت و روحیه قوی طبیبان با همدلی مردم میتواند مردم را به روزهای خوب و روشن رساند و به بیماران نیرو ببخشد. همه اقدام هایی که از جانب شخصان سخاوت پیشه گرفته میشوند در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ابتکارات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی صورت میگیرند. با گفته صاحبکار آینده هم این قبیل کمک ها را با کارمندان و باشندگان مؤسسه دریغ نمیدارد. در این روز همزمان از طرف صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف با مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت جهاز ضروری روزگارداری از قبیل 6 عدد تلویزیون، 3 عدد یخدان، 3 ماشین جمع‌شویی، 30 عدد قالین، 6 عدد لباس خوشکنک، درزمول، چاینیک برقی، محصولات شستشویی، لباس‌های تهپوش، سچوق و مواد خوراکه تقدیم کرده شد. نامبرده همزمان برای دسترس نمودن سر و لباس مخصوص کاری برای طبیبان مؤسسه و همزمان لباس مخصوص برای باشندگان اظهار امیدگی کرد. دستگاه و تجهیزاتی از طرف صاحبکار با مؤسسه طبی کمک شده علاکه مورد استفاده قرار گرفته، کاری پرستاران را دوچند آسان می‌گرداند. باشندگان مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت از توجه خاصه و دستگیری های پیوسته و پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رهبریت شهر دوشنبه و صاحبکار اظهار منتداری نموده تاکید داشتند که با شرافت این قبیل توجه دولت و حکومت و شخصان احسانکار خود را هیچگاه یکا و تنها احساس نمی کنند. یا از لیسا всей нашей палаты я думаю выражу общее мнение хочу объявить большую большую благодарность в первую очередь нашим медикам, медикам нашего госпиталя, потому что за нами, старыми больными людьми, очень хороший, ну, нормальный уход, заботится, всегда чистенько, в палате, кушать, 3 раза в день молочное, утром молочное, обед и ужин. Спасибо большое мэру города, президенту, самое главное президенту, без него что мы? Самое главное он президент, он думает о нас, хоть он там высоко, мы низко, но он о бедных мощных людях думает. Большое-большое спасибо всем. Еще большое спасибо спонсорам, которые нам приносят садака. Мы удивились. Была помощь, но такой помощи мы не видели. И постельное белье чистое нам дали.
и паласы, и еду приготовили, и сегодня праздник устраивают. Огромное-огромное спасибо, что есть спонсоры. در این روز صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف برای کارمندان و باشندگان مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت ضیافت آراسته با پیشنهاد برنامه فرهنگی رویه آنها را بالیده نمود. در واقع این قبیل اقدام های جوانمردانه صاحبکاران وطن دوست شایسته تحسین بوده، دیگر افراد دارا را هم به انجام این گونه کردارهای انسان دوستانه هوسمند می سازد. طبق اطلاع به حالت امروزه در مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت 91 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته، اکثریت آنها را روس زبان ها تشکیل میدهند. دستگیری طبقه های اوسپذیر جامعه مخصوصا پیرانسالان امروز در سیاست دولت و حکومت مملکت موقع خاصه دارد. این است که حالا در مؤسسه مذکور برای باشندگان تمام شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شده است که این از توجه خاصه رهبریت عالی جمهوری به طبقه اوسپذیر جامعه درک میدهد. قابل ذکر است که ضمن ارائه پیام امساله به مجلس عالی، پیشوای ملت، دولت و حکومت و صاحبکاران را به دستگیری همیشگی یتیمان و نیازمندان دعوت کردند. به نظر می رسد که این تاکید های سروری دولت از جانب صاحبکاران سخاوت پیشه همه جانبه مورد جانبداری قرار می گیرد و اقدام صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف هم در مثال کمک نوبتی به مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره های شفقت نشانه برجسته این است.